سعی اسوم جان ما کوشش میکنم تا دونیم بجا خدا برسانم از اونجا باز میریم امروشون گپ میزنیم اون خدا کنه قبول بکنه قبول کرد خوبی خی بر ما شما زیاد خوب میشه سعی اسبه میبینیم خداحافظ مایون جان خیبه که خاله چای سوپ تیار کرده نان بخوریم چی پخته کرده؟ اونو مقابلی که شو پخته کرده بریم امو رو گرم کرده قابلی دیشه و کی میخوره؟ اما دیشه امو چندان مزه نداد بگر چندان تخم پرتگامش که زود تیار کنه که من آوخ میشه میرم خیمه من دخو مصروف کار از جمع جاروست خیمه امو رو خودم برد پخته میکنم با سرایت میکنم سیست؟ تو چرا پخته کنی؟ امو رو برش پیسه بخاطر چی میدیم؟ بان یک نفر وقت پیسه میگیره مفت مفت پیسه را نگیره بان خودش کار بکنه تو چرا پخته میکنی؟ خواه درست است چیست مادر جان؟ موبایل ماما کار دارم جان مادر مادر جان بارم بچه ماما چی میگی مادر؟ ها مادر سر جان رخ سر بخبه چه مسلمان بازی بگه بردم خونه برشان تید که ساتری بکنم ما که کار خدا بکنم بخبر از این سامان بازی رو دوخانه تید که قرار ساتری بکنم من دونجا رو خاله هم یال سامان های بازی از یاره جمع کرد اوی خاله همه چه مادرت میشه کیت میشه خو یک نوکر است مفت کار نمیکنم 20 دفعه این مسئله نمیگه پام بر تو زدیم من اینجا کار رو بار خدا بانم کو برمد مانده نشه زله نشه اون اون وظیفه است از صبح تا شام باید 20 دفعه پاک کنه برای چی برش پیسه میتم یک ذره درد داشته باش امیال کل جای جمع کرد گپ ناق نزن بخی برو تیت کو برشان سامان برو سنا جان برو الا مودو جان الا سامان بازار تیت کنین ساتری کن بچین برین الا الا جان پدر برین برو برشان تیت کو بیاسم گناه داره گناه داره ما هیچ گناه نداریم کل دنیا گناه داره پیسه که میگیره خوب مفت مفت میخوره باز دو گپ نیست سلام علیکم آمدی بخیر شکر خودت خوبستی بخیر آمدی بخیر باشی چیز کنو خسر سبا تمام هم کار رای ما تقریبا 25-30 نفر شد چه میبانه دیگر کوش که سبا روی خاله خودتان کمک بکنیم چی خاله چی مهمن جان صبح جمعه است خاله است کجا شد جمعه است چی گفت بس مهمن یک روز جمعه هم بیچاره رو بانده خانه خودم رای اولاد خوب باشه سار امی من میمان من برای من مهم است امی اعترام عزت از اون نشه که من چی کنم مهم اینجا نو یک روز رخصتی و خانوادش پیش مهم من انسانیت برش کده میتانم که تو کدش کمک بکنی ای که او آمده میتانه نمیتانه ایش به من غرض نیست من خودم من همی چند دفعه برای تو تکرار بکنم اونمو آدم من پیسه میتونم برش ماش میتونم نوکر خانه ماست باید هر کاری که میگیم اونمو کارا بکنن وقت نا وقت باید بیا کار بکنن روز جمعه است با من چی؟ با من چی؟ بیا کارا خدا بکنن بیخی من خسته ساختن شما زنگ بزنم یک تیز بگو سبا اشت بجه فکس خدا اینه بجه برسانم پرسانم بکو بگو سودا مودا چی کار داره که من برش اینمی حالا شب برم کلی چرا بیارم که سبا مثلا چیز کم بودی باشه یکی او خلاص خدا کنم در شروع نزش تا دوزر کدش کار بگو باز دوست همسی منظم میشه که بس همکارای ما خانمایش میگه که بازم رزوه بیشینه قرار خسر کنیم برای من گفت قصه مفت ناقه بس کده گفت بله رئیس صاحب سلام علیکم خوب هستین صد من خیرتی است بخیر باشین زنده باشین شما خوب هستین امشب درست
مشکل نیست رئیس، مشکل نیست، حتما چرا نه. دمو طرف دارلمان هستن نی؟ درست است. 9 بجه شب؟ درست است. درست است سیست. بخیر باشین. خدا حافظتان. اوف. خدا بیخی خسته شدیم رخسار. یا که رئیس شدن تو فکر میکنن که خدا هستن. از صبح تا شام برشان کار میکنی؟ جان سگ برشان میکشی؟ حالا زنگ زده که شوام یک مشتری نماز برو پروژه را بر زود تشریح کن که او بفهمن. او بر ما دفتر نمه، ما در پشت خانه از او بریم پروژه را بر زود معرفی کنیم. حیران میمان آدم، چه قسم مردم هستن یا خسته ساختن آدم هم. خیر است مایون جان، مشکل نیست، مفت خود کار نمی کنی، ماش میتن برد، مجبور است هر کاری که میگن بکنی. حال تو چرا پخته کنی؟ امو را برش پیسه به خاطر چی میدیم؟ بان یک نفر وقت پیسه میگیره مفت مفت پیسه را نگیره. کارگار خدا بانم کو برمد مانده نشه، زله نشه. اونم وظیفه ایش است، از صبح تا شام باید 20 دفعه پاک کنم. برشی برش پیسه میتم. گناه دارم ایوان، خیلی یک زلطه درمشت. من ایفون چند دفعه برای تو تکرار بکنم، اونمو آدم هم من پیسه میتم برش، ماش میتم، نوکر خانه ماست، باید هر کاری که میگیم اونمو کار بکنم، وقت نوقت باید بیای کار بکنم. بیبی مایوان، رئیست بعد از چقدر وقت به تو زنگ زد گفت برو این کار را، یعنی بعد از تایم کاریت بکن، چقدر سرت بد خورد نی؟ حسابت خراب شد. اما خالق خانه ما کار میکنه، هر دقیقه سرش میگی کار بکنه او کار بکنه، جمعه نداره بیچاره، شنبه نداره، هر وقت میگی زنگ بزن میمان نسته بیایه، وقتی غذا رو پخته میکنه یا جور میکنه میگی نگیره نمیخورم دیگهش میخورم، فکر که سر از او چقدر کار بد میخورم. اما بیچاره مجبور است، چیز گفته نمیتونه. راست میگی رخسار، وقت سر خودم این حالت آمد من درک کردم. یعنی اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم که سر یک نفر خودم چی کار میکنم. اما کار را که من میکردم امروز رئیس ما وقت نمیفهم چی بکنم. خیر اسمایل، هیچ وقت دیر نیست، تو میتونی میالم کارهای که دیر جبران بکنی. میشه کم ماش زیاد بکنی و خودت یک مزرعه خواهی ازش بکنی و خطر کارایی کردی. حتما پس کار میکنیم، ماش زیاد میکنیم، 2000 در ماش زیاد میکنیم و دیم هم بشه یک ذره مثلا آرد روغن برنجی گپ ها میخریم میبریم برش میتیم. میشه که دلش ما را دعا بکن. مایمان جان شاید 1000-2000 بر ما خودت فرق نکنه، اما برای از بسیار پیس است. خدای مرا ببخش. با عرض سلام و خسته نباشین حضور همه شما، امیدوار هستیم در رابطه با موضوعی که ما داستان ساخته بودیم به شما را خوش دارم. بله، من همچنان سلام تقدیم میکنم به تمام دوستای عزیزم، خدا کنه که جور سر سلامت باشند، در هر کجای دنیا که زندگی میکنن خوش آرام سرمند باشند. دیگه قسمی که مایوان جان گفت، خدا کنه که داستان مفید تمام شده باشه. بله، ایما و جام هست. مودو جان، هم بچیم سنا جان، لالای تازار نتی بچیم. خب رخصا جان دیگه دی داستان خوب فول بیکار بود. آه دیگه در دوستان ها دیگه معش میکنم. یکان تا دوستایم که نفهمن داستان هست بخواد بگه چقدر خانم از بیکار است، قرار یک طرف انداخته خدا. مخصوصا دوستای ما که اکانت های تیک تاک دارن و فقط قسمت از برنامه را میپرکنن. صد شد هم ترست. مثلا اکثرا داستان هایی که ما میزنیم فقط یک قسمت از رو میپرکن، یک پارت خوردش هم دازن کل. مثلا رخصار این تکار کرد و مردم که اصلا مکمل ندیده دیگه باز پیشت از تبصره شروع است. های توال از کمنتاش یک میبینی دیگه. بر صورتش مهمان جان، ما شما داریم کسایی را که قسم کارا میکنه در خارج از افغانستان، خب من نمیفهمم مقدر. اگم در داخل افغانستان مثلا ما خودت خانه خانم رفتیم در ماه مبارک رمضان کمک کردیم برشان، بیچاره گفت که ما وقت در خانه کار میکنم
صبح تا شام روزه بدن کار میکنم، زحمت میکشم، خسته که میشم وقتی یک کمپل میمونه، یک اتاق میمونه، یک جای پاکلنی میمونه، میگم خیر میرم صبح میکنم، مگم اونا قبول نمیکنن، میگن نه اینمیال کارت اینمیال خلاص که چرا صبح بکنی، ما خو پیسه میتیم برد دیگه. واقعا آدم جگرخون میشه، آدم وقت پول داره، پیسه داره، خداوندم که خوشی و توانایی بر ما شما میته، چی کنیم از او باید سو استفاده غلط نکنیم. 100%. خب یک موضوع از رخ سار که باید ما همه انسان به این فکر بکنیم که ولو که در هر مقام که باشیم مطمئنن بالای سر خود یک شخص دیگی را داریم، مطمئن یک کس را داریم و مطمئن هم رقم پایین دست خود. پس ما باید کوشش بکنیم رفتار را که ما توقع داریم از کسی که بالای سر ما است، از کسی که رتبیش از ما که بالا است، یعنی ما توقع داریم که امروی ما رفتار خوب بکنه. باید خودمون کسی که پایین دست ماست با او رفتار خوب بکنیم. مثلا ما داستان ساختیم در بطبع این که کسایی که در خانه کار میکنن، کارگر هستن، مثلا زیادتر کسا هستن که ایج اصلا با این فکر نمیکنن که اون بیچاره صحیح است که خودت پیسه میدین، اما او بیچاره هم خیلی انسان است، یک خستگی داره. کوش آدم به این بکنه که امرای از او پیسه برای از او یک لطف خوش بده، برای از او یک مهربانی بده، تا ای که امون نفر به شوق به ذوق برادم کار بکنه. میمونجین کسایی که گفته خودت پایین دست یک نفر میباشه کار میکنه، چقدر تلاش میکنه که من یک کار فوق العاده بکنم و رئیسم از ما خوش شوه، چقدر میکوشه، کوشش میکنه، تلاش میکنه، فقط صرف به خاطر زمین که هم رضایت مقابل خود حاصل بکنه. دیگه میمونجین کل داستان ما و کل گپ ما و شما خلاصه میشه به خود داستان که شما دوستا دیدین. حتما نظرتان نشته بکنین بر ما که چطور بود داستان، اک خوب بود نبود، ما را واقعا خوش ما آمد، این را بخاطر انتخاب کردیم که سر بعضی همی کارا میگذاریم. البته موضوعش ما را خوش آمد، موضوع خود ما چخصم نقش کردیم، خود ما خوش آمد. نه موضوعی که خود ما نقش ایفا کردیم، او خو بدون شک کمی و کاستی خود داره میمن جان، چون ما و میمن جان فعلا تنها دست هستیم، حتی یک فیلم بردار درست نداریم که برای ما فیلم برداری بکنه. دیگه ای خو مشکلات خود ویدیو داره، اما همه قدر که ما بتونیم پیام خود بر شما برسانیم، اونمو بر ما همه چیز است. ما همیشه گفتیم در رابطه با نویت ریکارد و یا کاری که میکنیم، اولا خب با کمبود وسایل بی‌نهایت مواجه هستیم. ما رخصت جان کاری که میکنیم فقط با اون کمره که داریم و مایکی که داریم بس تمام متقدم، مثلا باید اگه یک پروڈکشن چی وسایل میداشته باشه، زیادتر کسایی کار کردن مطمئن هم میفهم. ما با او وسایل پیشرفته هنوز دسترسی نداریم، فقط هدف ما می است که یک ویدیوی بسازیم، حداقل فقط مو پنداموز باشه و یک ویدیوی آموزنده باشه. تنها هدف ما می است ای که کوالیتی چه قسم است، ما روز به روز کوشش میکنیم که کیفیت کار بیشتر شه و خوبتر شه، اما فعلا با امکانات کمی که هستیم، کمبودیایی که داریم، دوستایی که میفهمن، امیدوار هستم که اونا همچنان نظریات نیک خود با ما شریک بسازن تا ما چطور میتونیم مثلا کار خوب بکنیم تا از این بیشتر ویدیوهای مفیدتر بسازیم. در رابطه با داستانم رخصت جان گفت، شما دیدین نظرتان حتما بر ما پایین کامنت داشته بکنین و ما به خودش میگیریم. وقت خوب خوش به هم بتان، خوش و خندان آرام باشین. تشکر از اینکه ما رو وقت دیدن انتخاب کردین، چینل سابسکرایب کردین، خیر ببینین، خانه تان آباد، خود نگهدار هم شما. خدا بستم.